سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این جلسه میخوایم درباره این که کپی رایتینگ چیه و چه چیزی باعث میشه کپی رایتینگ تاثیرگذارتر باشه صحبت بکنیم. حتما شما که این مجموعه رو خریداری کردین قبلا تبلیغ نویسی های مختلف رو دیدید، روی بیلبوردا، روی محصولات، توی ایمیلا، توی اسمسا و هر جای دیگه‌ای که بخشی از محتوای تبلیغاتی در اون جریان داره قطعاً کپی رو دیدید. خب حالا ببینیم اصلا کپی چی هست، به چه چیزی میگن کپی، چرا میگن کپی و کپی رایتینگ چیه. کپی توی زبان انگلیسی به معنی نسخه است. حالا اون کپی که ما ازش برداشت میکنیم یه مقدار متفاوته. کپی رایتینگ یعنی تبلیغ نویسی به صورت کلی. حالا ببینیم این تبلیغ نویسی چطور وارد تجارت شده و چی شده که باعث شده شرکت‌های بزرگی با استفاده از همین تبلیغ نویسی فروششون رو چند برابر بکنه. حالا فروششون ممکنه خدمات باشه یا محصول باشه. کپی رایتینگ در اصل به نوعی نگارش متن گفته میشه که هدف خاصی رو دنبال بکنه. این هدف میتونه ترغیب مخاطب به انجام دادن کاری باشه. حالا این کار چیه؟ مثلا محصول شما رو بخره، به پیامتون توجه بکنه، کاری رو که ازش میخواین در نهایت انجام بده. حالا این کاره میتونه مثلا مشترک شدن توی خبرنامه شما باشه، میتونه باز کردن اسمس باشه. کلن به هر متنی که مخاطب رو به یک اقدام، به یک اکشن فرا بخونه میگن کپی رایتینگ، میگن تبلیغ نویسی. حالا ببینیم توی نمونه‌ای که من براتون اینجا توی پاورپوینت هم گذاشتم از دیجیکالا برداشتمش. توی این نمونه دیجیکالا که داره تبلیغ اپ شنبه دیجیکالا رو میکنه، شما این کال تو اکشن رو میبینید و در کنارش یه جمله دیگه هم میبینید. بیاید با هم دیگه این بنر رو بخونیم. نوشته اپ شنبه دیجیکالا، تیترش اینه: با خرید از شگفت‌انگیزهای مخصوص اپلیکیشن در قرعه کشی یک گوشی A53 شرکت کنید. چشم از اپلیکیشن بر ندار. کال تو اکشنش چیه؟ همین حالا نصب کن. در واقع دو تا کار از مخاطب خواسته. یکی اینکه حواست به اپلیکیشن باشه، چشم از اپلیکیشن بر ندار. دو اینکه همین حالا نصب کن. چون اینجا هدفمون نصب اپلیکیشنه، بنابراین کال تو اکشن این تبلیغ و این کپی رایت شده همین حالا نصب کن. بریم روی نمونه بعدی. ببینید اینجا براتون گفتم که ممکنه که کپی رایتینگ تلاش بکنه که مخاطب یک چیزی رو دانلود بکنه، یک چیزی رو بخره، مشترک یک خبرنامه بشه. توی این بنر دیجیکالا میبینیم که همین حالا نصب کن رو گفته، چون هدفش دانلود کردن این اپلیکیشن دیجیکالاست. خب کپی رایتینگ به همینجا ختم نمیشه. کپی رایتینگ پروسه نوشتن متن‌های تبلیغاتی برای پروموت کردن یه محصول یا صفحه است. در واقع تمام صفحه‌هایی که شما توی بروشورها، توی مجله‌ها، مجله‌های تبلیغاتی، توی کاتالوگ‌ها، کلاً هر چیزی که با مخاطب در ارتباطه و ازش می‌خواد کاری رو انجام بده، توی مقوله کپی رایتینگ دسته‌بندی میشه. به کسایی که متن‌های تبلیغاتی رو می‌نویسن میگن کپی رایتر. کپی رایترهای معروفی توی دنیا بودن، فروش‌های بسیار بالایی رو تجربه کردن و یه مقداری سبکشون به سبک هنر هم نزدیک شده، چون خودشون نویسنده هم بودن. به خاطر همین کپی رایتینگ توی دنیای غرب خیلی پیشرفته‌تر از کپی رایتینگ توی ایرانه، ولی چون زبان فارسی قابلیت‌های زیادی برای بازی کردن با واژه‌ها و جمله‌ها داره، توی ایران هم داره پیشرفت می‌کنه. می‌تونم بگم آینده شغلی کپی رایتر بودن آینده درخشانیه، به شرط اینکه تمرین بکنید روزانه و به صورت مداوم تمرین بکنید. حالا برگردیم سر تعریف کپی رایتینگ. کپی رایتینگ یک متن خبری نیست. ممکنه که آگاهی بده به مخاطب، ولی یک متن خبری نیست مثل متن هایی که مثلا توی روزنامه ها میبینید یا توی کتاب ها میبینید.
کپی رایتینگ معمولا متنی که با کپی رایتینگ نوشته میشه یک متن کوتاه، مختصر و موجزه که بتونه روی مخاطب تاثیر بذاره و بتونه سریع پیام رو به مخاطب منتقل بکنه. از طرف دیگه اگر کپی رایتینگ هنرمندانه نوشته شده باشه میتونه تا سالهای سال تو ذهن یک مخاطب باقی بمونه، مثل یک ترانه معروف، مثل یک جمله معروف، مثل جمله قصار که خیلی از ماها تو ذهنمون داریم. همین الان ممکنه که خیلی از شماها، البته اگر سنتون برسه، اون ترانه معروف سس دلپذیر رو یادتون بیاد که میگفت میخوام سالاد درست بکنم، بعد یکی دیگه میگفت سالاد چی، اون میگفت سالاد اولویه، یه همچین چیزی بود ترانه. این ترانه من فکر میکنم اگر من 100 سالم هم بشه و زنده باشم این ترانه تو ذهن من باقی بمونه. خیلی از تبلیغ ها اینطور بودن به خاطر اینکه اون کپی که براشون نوشته بودن، حالا میتونه سناریو باشه یا متن تبلیغاتی روی اون ویدئو، توی ذهن مخاطب باقی میمونه. یا مثلا اخیراً داشتیم مواردی مثل ایران رادیاتور که میگفت پشتم گرمه، باز اون هم تا حدودی تو ذهن مخاطب باقی مونده بود. کپی رایتینگ رو نباید با قانون کپی رایت اشتباه بگیریم، اشتباهی که خیلی ها میکنن. اتفاقا چند روز پیش داشتم با کسی صحبت میکردم، چت میکردم و هی کپی رایت برای من مینوشت، بعد من بهش گفتم که ببین این چیزی که داری میگی قانون کپی رایته، یعنی رعایت حق مؤلف. بعد اون فکر میکرد که این کپی رایتینگه، یعنی نوشتن متن تبلیغاتی. این اشتباه خیلی ها ممکنه بکنن. شما در نظر داشته باشید که کپی رایت به معنی قانون حق مؤلف، یعنی اینکه مثلا یه قانونی وجود داره که از حق مؤلف در برابر کپی برداری و دستبرد و سرقت جلوگیری میکنه. حالا ممکنه یه شرکت دیگه بیاد کار کسی دیگه رو کپی بکنه، همونطور که الان میدونید پلتفرمای مثل اینستاگرام و یوتیوب و اینا خیلی روی این قانون دارن پافشاری میکنن که حق مؤلف رو جا بندازن. بنابراین این کپی رایتینگ با اون کپی رایت خیلی متفاوته. اولین قدم برای شروع کپی رایتینگ، برای اینکه وارد حوزه کپی رایتینگ بشید، اینه که اگر به شما سفارشی دادن یا اگر تو شرکتی که دارید کار میکنید کپی رایتینگ رو بهتون معول کردن و شما تازه دارید یاد میگیرید که چی کار بکنید، باید محصول خودتون رو خوب بشناسید. محصول خودتون که میگم منظور چیزیه که برای تبلیغ کردن در اختیار شما گذاشتن. ممکنه این لپتاپ باشه، ممکنه این میز باشه، ممکنه ساعت باشه، ممکنه یک سرویس باشه، مثلا سرویس آموزشی باشه، نمیدونم خرید آنلاین بلیت هواپیما باشه، هر چیزی ممکنه باشه. محصولی که به شما میدن یا سرویسی که به شما میدن و قراره که شما براش تبلیغ بنویسید، اول از همه از خودتون بپرسید چرا مخاطب باید سرویس یا محصول شما رو بخره. سرویس یا محصول شما چه چیزی داره که برای مخاطب میتونه جذاب باشه؟ اگر مخاطب سرویس یا محصول شما رو نخره چه چیزی رو از دست میده؟ بیاید با همدیگه رو پاورپوینت نگاه بکنید. مثالی هم براتون گذاشتم که نشون دهنده اینه که چرا مخاطب باید به این تبلیغ توجه بکنه و چرا باید همچین محصولی رو بخره. اول از همه شما باید دو تا تقسیم بندی داشته باشید. اول اینکه ویژگی ها و مزایای محصول یا سرویستون رو جدا بکنید. مثلا محصول شما ویژگی داره. ویژگی شامل چه چیزایی میشه؟ شامل اندازه، رنگ، شکل، بو، طعم یا هر چیز دیگه. یا اگر سرویس دارید ارائه میدید ویژگی شامل مثلا آنلاین بودن میشه، مثلا روی سایت میتونن کارهای مختلفی رو انجام بدن بدون مثلا احراز هویت، یه کاری رو انجام بکنن، ثبت نامتون سریعه، امنیتش بالاست، حالا هر چیزی که یک سرویس آنلاین میتونه داشته باشه، به اینا میگیم ویژگی. از طرف دیگه مزایا که اینجا نقطه قوت شماست و همین الان ازتون خواهش میکنم کیورد مزایا رو تو ذهنتون بسپرید، چون با مزایا خیلی کار داریم در ادامه. مزایا چیه؟ مزایا اون چیزیه که محصول شما رو برای مخاطب سودمند و فایده دار میکنه، یعنی سود و فایده‌ای که مخاطب از محصول یا سرویس شما میبره. حالا این سود و فایده ممکنه که مالی باشه، ممکنم هست نه مالی نباشه. مثلا زمان کمتری رو بخواد صرف بکنه، دسترسی بهش سریع تر باشه،
سریعتر اون محصول رو در اختیار داشته باشه، در دسترسش باشه. همه اینا میتونه جزء مزایا به حساب بیاد. حالا روی تبلیغی که من از سایت دیجیکالا برداشتم، یکی از بنرهای متحرک صفحه اصلیش بود، میگه که تخفیف تا 20% طلاهای کم اجرت، انواع طلاهای با تخفیف، بعد کال تو اکشنش خریده. خب اینجا ما هم ویژگی رو میبینیم هم مزایا رو میبینیم. ویژگی این محصول که خودش طلا بودنشه، یعنی همین که طلاست یک محصول ارزشمنده میتونه ویژگیش باشه. خب هممون طلا رو میشناسیم و میدونیم که چی هست، وجه تمایزی نداره طلا بودن یک چیزی. اما در ادامه میبینیم که مزیت رو گفته و صرفا روی مزیت تاکید کرده. وقتی که داره روی مزیت تاکید میکنه، میگه که طلاهای کم اجرت یعنی چی؟ یعنی هزینه کمتری قراره که برای یک محصولی مثل طلا پرداخت بکنی. بعد در ادامه میگه انواع طلاهای با تخفیف، یعنی هم تخفیف گذاشتیم، هم این طلاها کم اجرت هستن، هم انواع مختلفی دارن. یعنی وقتی میگه انواع طلاهای با تخفیف، سه تا مفهوم رو داره به ما میرسونه. یکی اینکه اینجا تنوع داریم، ممکنه دستبند باشه، پابند باشه، گردنبند باشه، گوشواره باشه، فقط یه چیز خاصی نیست، تنوع داره. دو اینکه میگه که طلاهامون با تخفیفه، یعنی تخفیف هم بهت میدیم، مثلا 20%، میبینید عدد 20 رو بزرگ نوشته، و بعد میگه که این طلاها خودشون هم کم اجرتن. اگه تو خرید و فروش طلا تجربه داشته باشیم، میدونین که طلای کم اجرت به طلایی میگن که ممکنه دست دوم باشه، ممکنه که مثلا ساختش ساده باشه، به خاطر همین اجرت ساختش پایینه. بنابراین خیلی ها برای سرمایه گذاری کردن روی طلا میرن طلای کم اجرت میخرن. دقیقاً دیجیکالا همین طیف رو هدف قرار داده و میگه که اگر میخوای طلای کم اجرت بخری، بیا بهت 20% هم تخفیف میدیم. کل پیامی که این تبلیغ نویسی دیجیکالا داره منتقل میکنه همینه. حالا کال تو اکشنی که گذاشته چیه؟ کال تو اکشنش خریده، که مخاطب رو تشویق و ترغیب میکنه تا یه کاری مثل خرید کردن رو براش انجام بده. بیایم یه مثال دیگه رو با همدیگه بررسی بکنیم. این مثالی که دارم میگم سرویس، در واقع یک شرکت نرم افزاری رو در نظر بگیرید که خدمات پشتیبانی 24 ساعته ارائه میده. ببینیم وقتی که تمرکز میکنیم روی ویژگی چه اتفاقی میفته، وقتی که تمرکز میکنیم روی مزیت چه اتفاقی میفته. خیلی وقتا همه کسایی که تو کار تبلیغات هستن ویژگی و مزیت رو با هم دیگه اشتباه میگیرن. مثلا میگه که مثلا یه برندی میگه که من ارسال رایگان دارم، بعد در صورتی که بقیه برندها تو همون طیف و تو همون حوزه هم ارسال رایگان دارن. یا مثلا میگه که من پشتیبانی دارم. خب همه برندها ممکنه پشتیبانی داشته باشن. اتفاقی که توی آگهی های شغلی این روزا خیلی زیاد میبینیم، مثلا شما سایت جابینجا رو که باز بکنی، توی مزایای شغلی شرکت ها خیلی هاشون نوشتن که مثلا پرداخت حقوق سر موقع، یا مثلا بیمه از روز اول، یا چیزایی از این دست. در صورتی که مثلا اینا حتی ویژگی هم نمیتونیم بهش بگیم، ولی اینا رو میارن توی قسمت مزایا مینویسن. این نشون میده که خب اوکی، ممکنه که یک کسب و کاری مزیت خاصی برای کارمندان نداشته باشه، کاره، فقط کاره و پرداخت حقوقه مثل همه کارها. ولی اینکه میان مثلا به زور میخوان یک مزیتی از دل این روزمرگی و کلن یه کار روتین بکشن بیرون، اینجاست که دست به دامن مثلا یه همچین چیزایی میشن، کار روتین رو میگن مزیته. شما این اشتباه رو تو تبلیغ نویسی نکنید، ویژگی و مزایا رو جدا بکنید. چون وقتی که بیاد رو ویژگی تمرکز بکنید، مخاطب با خودش میگه که خب اینو که مثلا فلان برندم داره، اینو که مثلا فلان جا هم میکنه، به خاطر هم مثلا مرجو کردن کالا. خب خیلی از برندها دارن کالاها رو مرجو میکنن وقتی که شما نخواهیدش یا مثلا یه مشکلی داشته باشه. بنابراین این ویژگیه، مزایا نیست، چیزی که برند شما رو بر دیگری برتری بده نیست. برگردیم سر مثالمون. توی مثال اول کپی‌رایتر تمرکز کرده بر ویژگی، میگه مهم نیست ساعت چنده یا شما کجای دنیا هستید، اینجا همیشه یکی هست که مشکلات فنی شما رو برطرف بکنه. میخواد بگه که ما خدمات پشتیبانی 24 ساعته داریم. خب بله، میدونم یکی اونجا نشسته داره 24 ساعته از من پشتیبانی میکنه. اوکی. یعنی چیز خاصی به مخاطب نداد، با گفتنش چیز خاصی به مخاطب نداد. خب
اوکی باش. ولی توی نمونه دوم که میگه تمرکز بر مزیت، میگه آسوده بخوابید که ما بیداریم. میدونین اگه سایت شما مشکلی پیدا بکنه، ما اون رو با پشتیبانی شبانه روزی تلفنی و چت درستش میکنیم. حالا اینجا داره مخاطب چی میده کپی رایتره؟ داره میگه که آسوده بخواب، من بیدارم و همیشه مراقب سایتتم. این که بهش میگه آسوده بخواب یعنی برو استراحت کن، خیالت راحت باشه. از دل همون ویژگیه، یعنی خدمات پشتیبانی 24 ساعته، یک مزیتی بیرون کشیده. اینکه تو میتونی بیشتر استراحت بکنی. اگه از سرویس من استفاده بکنی، میتونی بیشتر استراحت بکنی. همین رو تبدیل کرده به یک مزیت. خب طبیعتاً من اگر بخوام مثلا از این شرکت نرم افزاری استفاده بکنم، اینکه به من القا بشه که میتونم بیشتر بخوابم. نیاز نیست نگران سایتم باشم. میتونم بیشتر استراحت بکنم. به خاطر همین ترجیح میدم که از این استفاده بکنم تا اینکه مثلا برم سراغ یه شرکت دیگه‌ای که میگه حالا مهم نیست ساعت چنده، مهم نیست کجای دنیا هست، اینجا همیشه یکی هست ازت پشتیبانی میکنه. خب همه شرکت‌ها همینو میگن، ولی اون کسی میگه آسوده بخواب من بیدارم و مراقب هستم، اون بیشتر مخاطب رو درگیر خودش میکنه. تا اینجا تمرکز بر ویژگی و تمرکز بر مزایا رو براتون توضیح دادم. توی مبحث بعدی میخوایم درباره تمرکز بر مزایا بیشتر صحبت بکنیم و وارد فاز بی تو سی بشیم، ببینیم که شرکت هایی که بی تو سی دارن تبلیغ میکنن چطور روی مزایای سرویس یا خدمات یا محصولشون تاکید میکنن.